بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، مشروح اخبار را به آگاهی می رسانیم. به مناسبت نزدیک شدن عید سعید قربان، از سوی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پیام بسیار مهمی خطاب به عموم مسلمانان جهان، به خصوص حجاج بیت الله الحرام فرستاده شد. روز پایان جنگ به تلخترین روز جنگ تبدیل شده. خبری از جشن و سرور و شادی نیست، نه در خیابان‌ها، نه در جبهه‌ها و نه در بین مسئولین. آخرین دیدار مردمی امام به 12 اسفند 1366 برمی‌گردد. دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران. امام اگر شما فیلم هاشون رو ببینید به شدت غمگین، دیگه خنده به لب هاشون دیده نشد و به شدت شکسته و حتی یک سخنرانی عمومی هم ایشون نکرد. تمام سخنرانی ها و دیدارهای مردمی امام لغو شده. امام دیگر تمایلی به برگزاری دیدار مردمی ندارند. اعضای دفتر امام که از توجه ایشان به خانواده شهدا مطلعند، چندین بار به ایشان اصرار میکنند که دیداری با خانواده شهدا و ایثارگران داشته باشند. امام در تذکری جدی به اعضای دفتر اعلام میکنند: توجه داشته باشید که باید دور سخن گفتن مرا ولو در حد یک جمله دعا خط بکشید. پذیرش قطعنامه نقطه پایان نیست که این نقطه پایان دوره است، نه، نقطه آغاز یک دوره جدی انقلابه. امام به ما نقطه شروع میبینه، یه نقطه عزیمت میبینه. از این پس ارتباط امام با مردم از طریق پیام‌هایی است که به مناسبت‌های مختلف اعلام می‌شود. شما 7-8 تا پیام سال 67 امام می‌بینید، امام به بچه‌های جهاد پیام میده، به سپاه پیام میده، به فرزندان شاهد پیام میده، به هنرمندا پیام میده، به جهادگرا بچه‌های جهاد سازندگی پیام میده و از جمله به بسیجی‌ها و اونجا دستور بسیج دانشجویی رو میده. حالا جنگ به پایان رسیده و از نظر بسیاری از مسئولین دیگر نیازی به وجود بسیج و نیروهای مردمی نیست. عده‌ای در حال حذف بسیج از صحنه سیاسی کشور هستند. نگاه آقای هاشمی این بود که حالا که جنگ تموم شد، خب بسیجی‌ها که همه برمیادن سر کار خودشون، نظامیان برگردن پادگان، الان وقت سازندگی است. دیگه ما به بسیج نیاز نداریم. دیگه جنگ تموم شد. 4 ماه بعد پیامی از امام صادر می شود. مخاطب پیام گروهی هستند که از نظر برخی دهه آنها به پایان رسیده. 2 آذر ماه 1367، به ملت ایران و بسیجیان سلحشور کشور. بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد. امروز یکی از ضروری ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است. تنها با بسیج است که این مهم صورت می‌گیرد. شما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است. میگه نه تنها باید بسیج را خونساش نکنیم، میگه بلکه یکی از ضروری ترین تشکل‌ها بسیج دانشجو و طلبه است. حقیقتاً
پیام روشن است. بسیج دانشجویی باید به سرعت تشکیل شود، ولی اولین مانع بر سر راه قرار می‌گیرد. یک اختلاف نظر اساسی. وزارت علوم و دفتر تحکیم وحدت خود را مخاطب پیام امام در نظر گرفته و تشکیل بسیج را وظیفه خود می‌دانند. مسئولین سپاه نظر دیگری دارند. اعضای دفتر تحکیم وحدت و برخی مسئولین سپاه بر سر مالکیت چیزی در حال مشاجره هستند که سال گذشته آن را تقبیح کرده بودند. بحث ها بالا می گیرد. خبر به هاشمی رفسنجانی جانشین فرماندهی کل قوا می رسد. هاشمی از دفتر امام خمینی می خواهد تا مشخص کنند که چه نهادی باید متولی تشکیل بسیج دانشجویی باشد. انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت که با تسخیر لانه جاسوسی در بین مردم به دانشجویان پیرو خط امام شناخته می شوند، به نظر می رسد در این مناقشه شانس بیشتری برای برنده شدن داشته باشند. تحکیم و انجمنهای اسلامی خود را مالک غیر رسمی دانشگاه ها می دانند و هر تغییری باید با نظر آنها انجام شود. پاسخ امام اعضای دفتر تحکیم را ناامید می کند. تشکیل بسیج دانشجو و طلبه به عهده بسیج مستضعفین سپاه پاسداران است و این آغاز چالش جدی برای تحکیمی هاست. فضای دانشگاه ها پر می شود از اتهامات تکراری چند سال قبل. چون یکی از چیزهایی که به بسیج دانشجویی مرتب گفته می شد و نسبت داده می شد نظامی گری بود. اتهاماتی که بارها و بارها از تریبون های تحکیم تکرار می شود. از نظر آنها بسیج باید در زیر مجموعه انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم قرار می گرفت، مسئله که هیچگاه محقق نشد. ببین اونجا ما از اون نمیفهمیدیم که بناست تو سلسله مراتب بسیج که سپاهه در واقع شاخه بسیج دانشجویی که حکم بدن مثلا آقای فرمانده اون بالا منصوب بکنه. ما اساساً یه همچین تصوری از بسیج دانشجو نداریم. میگفتن که مثلا بسیج دانشجویی نه، بسیج دانشجویی اصلا تشکل دانشجویی نیست، در حالی که شما وقتی مثلا تو یه دانشگاه نگاه میکردی مثلا تو فلان انتخابات ریاست جمهوری بچهای بسیج یه دانشکده مثلا گرایش به یک کاندیدا داشتن، بچه‌های بسیج یه دانشگاه دیگه به یک کاندیدای دیگه گرایش داشتن، در حالی که توی چپا اصلا این شوخی‌ها نبود. وقتی که از بالا اعلام می‌شد فلانی دیگه همه باید اجماع می‌کردن و کاملا حزبی عمل می‌کردن. این نیست و به خصوص بسیج‌های دانشجویی و دانش به اصطلاح حوزه‌های دانشگاهی نمی‌تونه همچین حالاتی داشته باشه، اصلا قابل قبول نیست. نمیتونی شما باش به روش فرماندهی عمل. بسیج دانشجویی ابتدایی که شکل گرفت خیلی هاشون بچهای همین انجمنهای اسلامی بودن که دیدن که دیگه با اون جریان نمیتونن همراهی بکنن و اساسا نمیخواستن کار سیاسی که تلقی جناحی ازش بشه انجام بدن. نخیر نظامی گری حاکم نیست. بسیج دانشجویی از پایین به بالا شکل میگیره، دانشجو میان انتخاب میکنن اعضای شوراشون رو، مسئولشون رو. ما از اون پیام بسیج دانشجو طلبه ای هم که امام سال 67 دادن اتفاقا ما برداشت و روی کرده به نفع خودمون داشتیم. سلطه ای که رؤوس تشکیلاتی جریان چپ روی امتداد تشکیلاتیشون توی دانشگاه ها داشتن به مراتب بیشتر از به اصطلاح نفوذ مثلا بچه های سپاه تو بچه های بسیج دانشجویی بود. یعنی اینا تیپشون، شخصیتشون و آدم هایی که دور و برشون بود این تیپی بودن دیگه، به هیچ وجه حاضر نبودن حرف دیگه ای رو بشنون. یعنی این چیزی که بعدم میگن چماقدار و نمیدونم انحصار طلب و فلان اینا، دقیقا اندش خود اینا بودن توی دانشگاه. به هیچ وجه اجازه ابراز هیچ گونه نظر مخالفی نمیدادن به هیچ وجه. یعنی اصلا براشون
قابل تحمل نبود، هیچ گروه غیر از خودش به هیچ وجه. بسیج دانشجویی از درون دانشگاه از طرف انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت تحت فشار است، اما این تمام موانع بسیج دانشجویی نیست. اون زمان فرماندهی وقت سپاه پاسداران متاسفانه بسیج دانشجویی اصلا تو اولویتاش نبود و اون بخشی که قرار بود پشتیبانی کنه بسیج دانشجویی رو، بیشتر از اون که بخواد پشتیبانی کنه، خیلی نگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عجیب غریبی داشتن و خیلی هم ناکارآمد. بچه‌های بدی هم نبودن، ولی به هیچ وجه تناسبی با به اصطلاح اون مأموریت‌هایی که حضرت امام در پیام آذر 67 تبیین کرده بودن نداشتن. بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی عزل می شود. با فشار وزارت علوم بر سپاه، دانشجویان بسیجی از اظهار نظر سیاسی منع می شوند. و حالا ما پوستمون کلوف بود و موندیم و خیلی از بچه ها ریختن، ریزش کردن. حالا نمیخوام خیلی الفاظ خشن به کار بریم، سرکوب خفقان فلان اینا، ولی واقعا مهار کرده بودن دیگه. میگم ما مثلا تو دانشگاه امام صادق مثلا شبانه روزمون تو بسیج میگذشت، بعد از 5 سال اومدن گفتن نه اینا ضد ولایت فقیه، اینا رو اخراج کنیم. مثلا چرا؟ چون مثلا فلان سلیقه فلان سردار سپاه رو مثلا ما قبول نداشتیم. در این شرایط بسیج دانشجویی تنها اجازه فعالیت‌های فرهنگی را دارد. کار فرهنگی که تو بسیج دانشجویی شد به نظرم اگرچه دیر ولی بالاخره جواب داد. یه منطقه الفراغ پیدا کردن تو اون حوزه، ولی انرژی گذاشتن و اون کار فرهنگی که کردن بعدن تو اون فضاهای اجتماعی و سیاسی هم به کارشون آمد. ممکنه بعضیا به نظر استخفاف نگاه بکنن، ولی به نظرم نه، خیلی تأثیر راهبردی داشت. مثلا همین زیارت عاشورایی که تو دانشگاه برگزار میشد، اردوهای بازدید از مناطق جنگی که بعدن اسمش رایان مور شد مثلا شکل گرفت. ممکن بود اون یادواره شهدایی که مثلا بچهای فلان دانشگاه دارن برگزار میکنن به این خاطر برگزار کنن که تو هیچ کار دیگه، توی هیچ حوزه دیگه بهشون اجازه نمیدن کار کنن، مجبورن تفلی، یعنی میخوان مثلا به فلان جا اعتراض کنن میگن که ساکت شید، میخوان نمیدونم یقه نمیدونم فرماندار رو بگیرن به امام جمعه مثلا انتقاد کنن، هی به محافظه کاری و مصلحت اندیشی دعوت میشن و یا جلوشون با برخوردهای بعضن تند گرفته میشه. در چنین شرایطی کشور در آستانه یک انتخابات مهم قرار گرفته است، انتخابات سال 1376. برخی قصد دارند ناطق نوری را به عنوان نماینده نظام و ادامه دولت هاشمی معرفی کنند. مثلا آقای ناطق نوری شده بود مثلا سمبل نظام یا حزب الله یا انقلاب، جناح راست رو تبلیغ کرده و اینجور جا انداخته بود که رئیس جمهور آقای ناطق نوریست و نظر رهبری این است و از همه اهرم ها و حربه هایی که برای رئیس جمهور شدن آقای ناطق میتونست استفاده کرده بود و ایشون رو شکست خب خیلی سنگین خورد دیگه، که به نظر اتفاق مبارکی بود، اتفاق بسیار خوبی بود تو اون وقته، چون معلوم نبود اگه اینها حاکم میشدن چه بر سر انقلاب میبودن که بعدها معلوم شد دیگه. سلام. آقای خاتمی. آقای خاتمی.
محسن رضایی و دوستانشون در سپاه اجازه میدادند که جریان واقعی حزب اللهی و بسیجی تو دانشگاه‌ها کار درست خودشون و همون مأموریتایی که امام و آقا خواسته بودن رو انجام بدن، به نظر مثلا دوم خرداد شکل نمی گرفت. خاتمی به میدان انتخابات وارد شده است. عملکرد ضعیف دولت سازندگی در بسیاری از زمینها و شعار اصلاحات امید زیادی در مردم ایجاد کرده است. دوم خرداد محصول مهار بچه حزب اللهی توی کشور بود. دوم خرداد محصول خط زدن تفکر انتقادی در بین انقلابیون. علاوه بر اهالی سینما، محافل مردمی و مجامع فرهنگی و دانشگاهی و بیش از 300 هیئت مذهبی در تهران، بسیاری از ائمه جماعات هم سید محمد خاتمی را شایسته ترین نامزد ریاست جمهوری معرفی می کنند. با این حمایت های گسترده، بسیاری از مردم مذهبی هم از سید محمد خاتمی حمایت می کنند. خاتمی حزب الله حقیقی معرفی می شود تا همه چیز برای انتخاب خاتمی آماده شود. حالا شعاری خاص بر زمانها جاری می شود. سلام بر سه سید فاطمی، خمینی، خامنه ای، خاتمی. ساعت 14 روز شنبه، سوم خرداد 76، ستاد انتخابات اعلام می کند خاتمی با 20 میلیون رأی رئیس جمهور ایران شده است. رأی بالای مردم توی دو خرداد که بوده 20 میلیون تا برای آقای خاتمی بود، خیلی روش مانور شد و به عنوان یه پتک و اهرمی روی کله همه اونایی که منتصر به جنای مقابل بودن زده میشد. این یک پیروزی بزرگ برای انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت به حساب می آید. ببینید، من یه تبیین فضا بکنم. تغییره که ایجاد شد، تغییره بعد از نسل ما خیلی عمیق بود. ببین، من نه اینکه چون بخوام از خودم دفاع بکنم، من چون خیلی راحت میبینید من آمادگی نقد از خودم دارم، خیلی جا هم میکنم، شما خیلی جاهاش هم سوال نکردی، ولی من خیلی راحت میگفتم و میگم. منتها در مجموع میخوام بگم تا تای نسل ماها، نسل باز به مفهوم خاص کلمه، هم دوره های ماها، این چیزه، این تغییره، تغییر طبیعی بود. من اسمش از استحال نبودنش دفاع وایسادم،
دفاع میکنه. این استحال، من همون آدم بودم. فعالیت‌های سیاسی دانشگاه‌ها همچنان در قبضه تحکیم وحدت باقی می‌ماند. جو دانشگاه‌ها روز به روز ملتهب‌تر می‌شود. با شدت گرفتن اقدامات سیاسی در انجمن‌های اسلامی و دفتر تحکیم، آرام آرام فعالیت‌های فرهنگی آنها کمرنگ می‌شود. یه شتاب زیادی برای سقوط سطح فرهنگی جامعه و سطح سیاسی جامعه انجام دادن. من 77 وقتی بعضی نشستای تحکیم از ظاهر شما بگیر که روبنایی ترین وجه برداشت و مقایسه است، تا برو مثلا مبانی فکری، رفتار فردی، جمعی، اصلا نمیشنن، غریبه بودم من. مثل اینکه یه دفعه یه فنری رو فشرده باشی رها بشه. همینجور تحکیم شروع کرد به ریختن، نحیفتر شدن، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. مثلا یه پدیده هایی میدیدم که این واقعا اصلا نمیتونم، اصلا نمیتونستم هضم کنم که اینجا تحکیم مثلا بحث کنه. وقتی شما میگید رهبر 100% مسئولیت کشور، شوک بزرگ وارد میشه. خیلی به نظرم شوک مبارکی بود، شوک دوم خرداد، که بچه حزب الله رو به یه معنا از انفعال در آورد دیگه. و از دوم خرداد به بعد دیگه بچه حزب الله مقدار فعالتر برخورد کردن. صداهای جدیدی از داخل بدن انجمنهای اسلامی شنیده می شود. آیا بسیج همچنان می تواند به سکوت سیاسی خود ادامه دهد؟ نماز جمعه با آرامش به پایان میرسد. البته پشت این آرامش طوفانی در حال دست به دست شدن است. اعلامیه‌ای از طرف انصار حزب الله. خبر به بیرون از دانشگاه میرسد. همه میدانند مخالف اصلی سروش، یعنی انصار حزب الله، نسبت به این حرکت بی تفاوت نخواهد بود. بسیج دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نگران است. آنها نمی‌خواهند ماجرای دو سال قبل دانشگاه تهران در امیرکبیر هم تکرار شود. یعنی می‌ریم یه جایی که هرکی باشه شهید میشه. گفتم آقا خب ببخشید من مادرم مریضه، قلبش یه خورده می‌گیره اینا، اونجا که می‌ریم تلفنی همون گاهی زنگ می‌زنم به مادرم بگم من هنوز زنده‌ام. یکی رو از اونور داد زد آقا میکروفون رو بدید من. آقا اینا نماینده همه حرف بسیج دانشجویی نیست، ما قدر شما رو می‌دونیم حاج آقا، نمی‌دونم تا انقلاب هست هاشمی هست، ما از این ور شروع کردیم. آقا چی میگی مثلا؟ چه از خونه میومدم بیرون، دو تا بلیط اتوبوس بیشتر نداشتم تو جیبم. اتوبوس خراسان انقلاب سوار میشدم رفت، خراسان انقلاب برگشت. اگر بلیط تو جیبم خیس میشد پاره میشد و پیاده برمیگشتم، یا سر اتوبوس میشدم بلیط نمیدادم. آقا رانندهش لد دنده گاز میداد، ملت سفر اینو میکشیدن. ما رفتیم بالا شونه های مردم، پاهمون رو شونه مردم پاشتن، حول دادیم و دست مردم در آوردیم رهاش کردیم. این عبدالنوری فراری دیدیم رفت.